فعالان مدنی فعال در حوزه موسیقی و حکومت روژاوا در شمال سوریه با هدف بازگرداندن شادی و شور به جامعه روژاوا، کودکان، زنان، هنرمندان محلی و سالخوردگان را با موسیقی آشتی می‌دهند. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش همکارم شپال عباسی. روژاوا، جایی که کردهای سوریه به گذرای تاریخ در آن زیستند، زیستی که حاصلش ترانه ها، نغمه ها، آهنگ و ملودی هاییست که هر کدامشان داستان و روایتی دارد. روایت هایی از عشق، دلدادگی و مجنونی تا رشادت زنان، جنگجوی مردان و حماسه های بیبدیل. اما همه این ترانه ها و میراث کهن گویی در جنگ های سال های اخیر زیر غبار ماندند و جای نفسی برایشان نیست. فعالان مدنی در روژاوا و هنرمندان حوزه موسیقی داوطلبانه آستین ها را بالا زده اند تا غبار از ترانه ها و نغمه ها بزدایند و به ملودی ها جان تازه ببخشند. این ویدیو کلیپ با صدای هنرمند پیر شفیق تنبوروان است که جوانان روژاوایی برایش ساختند. ترانه فولکلور که نام شفیق تنبوروان پای امضای آن دیده می شود و حال جوانان هنرمند به آن رنگ و ریتم امروزی داده اند تا با این کار قشر جوان و جامعه جنگ زده روژاوا را با میراث کهن آشتی دهند. آشتی که این هنرمندان جوان آن را موسیقی درمانی جامعه روژاوا می نامند. بسیاری از هنرمندان روژاوایی پس از پایان جنگ با داعش به روژاوا بازگشتند تا به قول خودشان رسالت هنری خیش به جا آورند. غنی میرزو نیز یکی از آنهاست. او از اسپانیا به کردستان در سوریه بازگشته و با بازگشایی مراکز آموزش موسیقی در قامشلو و کوبانی، کودکان ایزدی و زنان را هر روز با موسیقی به سفر فرح بخش نغمه ها و ترانه ها می برد. حکومت مرکزی در روژاوا نیز با تشکیل گروه‌های کوچک که سفیران فرهنگ و فولکلور نام دارند، روستا به روستا و شهر به شهر می‌گردند تا نغمه، ترانه و میراث کهن و شفاهی را جمع‌آوری و آنها را ضبط شده و مستند در قالب پروژه ثبت تاریخ شفاهی به دست آیندگان برسانند. مردم در روژاوا هنرمندان خود را چه به لحاظ مالی و چه معنوی حمایت می کنند. شاید آنها خوب می دانند تنها صدا و موسیقی است که می ماند. شپول عباسی، صدای آمریکا.